بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. انتشار گزارش موارد نقض حقوق بشر در ماه آگوست علیه شیعیان دنیا. نخست وزیر عراق پروژه خط آهن بین عراق و ایران را افتتاح کرد. اعتصاب تاجران و مغازه‌داران پاکستانی در اعتراض به تورم و بالا بودن هزینه ها. و اظهارات جنجال برانگیز یک آموزگار هندو علیه مسلمانان. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و سلام به شما حسینیان، وقت بخیر. من مهدی بهنام با اخبار شیعه از امام حسین تیوی در خدمت شما هستم. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان گزارش ماهانه خود را در رابطه با موارد نقض حقوق بشر علیه شیعیان در ماه آگوست در سراسر جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نقض حقوق شیعیان اهل بیت علیهم السلام در ماه آگوست با ماه‌های دیگر امسال و حتی سالهای قبل از آن تفاوتی نداشته است. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان مهمترین موارد نقض حقوق بشر علیه افراد و جوامع شیعه را که در بسیاری از کشورهای جهان زیر نظر داشته در گزارش ماه آگوست خود اعلام کرده است. در این گزارش که با همکاری برخی از افراد فعال در حوزه حقوق بشر و برخی سازمان‌های مدنی تهیه شده، علاوه بر اقدام‌های سیستماتیک در جهت سرکوب و سوء استفاده در تعدادی از کشورها، برجسته‌ترین اقدامات تروریستی از جمله حملات مسلحانه و برخی از عملیات‌های انفجاری بررسی شده است. این در حالی است که این سازمان تنها قادر به نظارت بر برخی از موارد نقض حقوق بشر بر علیه شیعیان در برخی از کشورها بوده و در بسیاری از کشورها امکان چنین نظارتی را ندارد. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان با تأکید بر اینکه بسیاری از پژوهش‌های میدانی حاکی از وقوع مواردی از نقض حقوق بشر است که بر اساس مستندات و مشاهدات شاهدان عینی فراتر از موارد گزارش شده بوده است، افزود این گزارش ماهانه شامل کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، بحرین، عربستان سعودی و عراق می باشد. گزارش این سازمان در ایران حکایت از حمله تروریستی به مرقد حضرت احمد ابن موسی علیه السلام معروف به شاه چراغ در شهر شیراز بوده که منجر به شهادت 15 نفر از جمله چند زن و کودک و مجروح شدن 27 نفر دیگر توسط افراد مسلحی شده که به گفته دولت ایران متعلق به گروه سنی‌های تندروی داعش بودند. در این گزارش از شهادت 3 تن و مجروح شدن بیش از 10 نفر از شیعیان در جریان حمله طالبان به موکب عزای حسینی در منطقه نوبات در شهر غزنی افغانستان و همزمان کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر بر اثر انفجار بمب جاسازی شده در کنار جاده توسط تروریست ها در نزدیکی قصر دارالامان در غرب کابل خبر داده است. گزارش سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان از مجروح شدن تعدادی از شیعیان بر اثر انفجار نارنجک که از سوی تروریست ها به سمت خودروی پلیس در بازاری در شهر کویت پرتاب شد و منجر به زخمی شدن 7 نفر گردید. همچنین عملیات تروریستی بر علیه سید مرتضی حیدر رضوی فعال حقوق بشری شیعه در آپارتمان محل سکونتش در شهر جوهر که منجر به شهادت وی شد خبر داده است. تصویب قانون جرم‌انگاری بر علیه برخی از اعتقادات شیعیان در پارلمان پاکستان تحت عنوان جلوگیری از توهین به مقدسات که مجازات‌های سنگینی حتی تا اعدام در آن پیش‌بینی شده است و افشای این واقعیت که در پشت پرده آن برخی از جریان‌های تندروی سنی و ضد شیعه به دنبال محدود کردن شیعیان در سطوح مختلف در جامعه پاکستان هستند، از دیگر موارد نقض حقوق شیعیان در پاکستان بوده است.
گزارش ماهانه این سازمان به موارد دستگیری بسیاری از مردم کهنسال شیعه اهل بیت در بحرین پرداخته، در جایی که 8 مورد دستگیری در شهرهای مختلف بحرین و همچنین تعرض به نمادهای آشورا از جمله پاره کردن پرچمها و بیرقهای عزاداری حسینی در شهرک الدیه را ثبت کرده است. در عربستان سعودی گزارش سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان مواردی از دستگیری شیعیان این کشور توسط نهادهای امنیتی از جمله دکتر محمد الحاجی، مصطفی فرج مداح اهل بیت و شیخ خطیب مالک المیلاد خطیب شیعه و علاوه بر آن دو جوان به نامهای زکی حسین صالح و معید آل قریش که همگی اهل منطقه شیعه نشین قطیف هستند را ثبت کرده است. در عراق هم بر اساس این بیانیه در مناطق مختلفی از استانهای بابل، کرکوک، دیالی، سامرا و صلاح الدین از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر در حملات و اقدامات تروریستی علاوه بر اقدامات خشونت آمیز در مناطق دیگر در استانهای یاد شده گزارش شده است. این سازمان در پایان گزارش ماهانه خود خاطر نشان می کند که به دلیل عدم وجود شواهد قابل تایید از ذکر برخی موارد نقض حقوق بشر خودداری می کند. اگرچه مسلم است که موارد مکرری از نقض حقوق بشر بر علیه شیعیان در برخی از کشورها رخ داده است. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان همچنین تأکید کرده که هرگز به دنبال اهداف سیاسی یا سودجویی نبوده و تنها به منظور دستیابی به عدالت و برابری که آرزوی تمامی جوامع بشری است تلاش می کند. علی اکبری، اخبار شیعه. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در مراسم آغاز عملیات اجرای راه آهن شلمچه بصره در نقطه صفر مرزی ایران و عراق گفت این پروژه یک تکیه‌گاه مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصاد عراق و رشد اقتصاد ملی کشور ما است. نخست وزیر عراق در این مراسم گفت این پروژه از سالها پیش مورد بحث و گفتگو میان دو طرف بوده و توافق‌های اولیه آن در سال 2021 بین عراق و ایران صورت گرفته است. دفتر رسانه نخست وزیر در بیانیه که به خبرگزاری اخبار شیعه رسیده گفت نخست وزیر عراق بر اهمیت پروژه راه آهن در انتقال مسافران و زائران به عتبات عالیا تاکید کرد و گفت قرار است این خط آهن به استانهای نجف و کربلا متصل شود. محمد شیا السودانی با اشاره به اینکه در پیش بودن زیارت اربعین حسینی گفت بیش از 3 میلیون نفر زائر ایرانی از تمامی گذرگاه‌های مرزی مشترک بین دو کشور به عراق آمدند و بیش از 700 هزار زائر نیز تا کنون از گذرگاه شلمچه وارد عراق شدند. تاجران و مغازه‌داران پاکستانی در اعتراض به افزایش هزینه‌های معیشتی از جمله افزایش شدید قبوز سوخت و آب و برق و کاهش بی‌سابقه ارزش روپیه در برابر دلار دست به اعتصاب زدند. شهر کراچی به عنوان مرکز تجاری و اقتصادی پاکستان تقریباً به طور کامل به حالت تعطیلی درآمده است و عبور و مرور خودروها در خیابان‌ها ضعیف گزارش شده است. در لاهور، مرکز استان پنجاب، در شرق این کشور هم تمامی بازارهای اصلی تعطیل شده و وکلا دادگاه‌ها را تحریم کردند و وسایل حمل و نقل عمومی بین شهری و درون شهری دست از کار کشیدند. شهر پیشاور در شمال غربی و شهر کویت در جنوب غربی هم تقریبا به حالت تعطیل درآمده است. نرخ تورم سالانه پاکستان در ماه آگوست به 27.4% رسید و قیمت سوخت 8% نسبت به ژوئیه افزایش یافت، در حالی که هزینه آب شهری بیش از 11% و قیمت گوجه فرنگی 82% افزایش یافته است. پاکستان پیش از توافق با صندوق بین المللی پول در آستانه ناتوانی در پرداخت سررسید وام‌های خود قرار داشت. از جمله شروط بسته کمک مالی این است که پاکستان باید یارانه‌های موجود را کاهش دهد. این امر به افزایش قیمت‌ها به ویژه هزینه‌های انرژی منجر شده است.
نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. انتشار گزارش موارد نقض حقوق بشر در ماه آگوست علیه شیعیان دنیا. نخست وزیر عراق پروژه خط آهن بین عراق و ایران را افتتاح کرد. اعتصاب تاجران و مغازه‌داران پاکستانی در اعتراض به تورم و بالا بودن هزینه ها. و در ادامه، آیت الله لزما شیرازی: شرط عدالت برای امامت جماعت اجماعی است. البته برای کشف عدالت بنابر نظر برخی از فقها حزن ظاهر کافی است. یک آموزگار مدرسه دولتی کارناتاکای هند پس از آنکه به دانش آموزان مسلمان کلاس 5 گفته بود به پاکستان بروند، جنجال به پا کرده است. این حادثه خشم‌ها را برانگیخته و توجه را به تنش‌های جمعی در منطقه جلب کرده است. گفته شده پس از شکایت والدین این دانش آموزان، تحقیقات از وی نیز آغاز شده است. این حادثه پس از یک مورد اخیر در اتر پرادش هند رخ می‌دهد که در آن یک معلم مدرسه خصوصی به دلیل اظهار نظرهای جمعی و تشویق دانش آموزان به آسیب رساندن به همکلاسی مسلمان خود با اتهاماتی روبرو شد. این حادثه زمانی آشکار شد که ویدیویی از معلم در فضای مجازی منتشر شد که در آن او به دانش آموزان دستور می‌دهد که همکلاسی مسلمان خود را پس از اینکه نتوانست جدول ضرب را بخواند سیلی بزنند. این حادثه منجر به محکومیت گسترده شد و پرونده علیه معلم تحت بخش‌های مربوط از قانون مجازات هند تشکیل شد. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که خشونت‌ها علیه مسلمانان اخیراً به صورت چشمگیری در چندین ایالت هند افزایش یافته است. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. مرجع تقلید شیعیان آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی روز شنبه در جمع زائرانی که به سوی شهر مقدس کربلا به مناسبت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام شرکت می کنند حضور یافتند. ایشان به همراهی انبوهی از اساتید و طلاب حوزه های علمیه برای گرامی داشته این زیارت شهر نجف را به سمت شهر مقدس کربلا ترک کردند. شیخ علی نجفی فرزند آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی در گفتگو با خبرگزاری اخبارشی با اعلام این خبر گفت: حضور مرجع تقلید شیعیان به منظور پیوستن به جمع میلیون ها زائری که برای گرامی داشت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام با پای پیاده به سوی شهر مقدس کربلا در حرکتند صورت گرفته است. مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمی در اصفهان در تازه ترین فعالیت بیش از 70 کتاب و مقاله رایگان پیرامون اربعین در سایت خود منتشر کرده است. مقاله ها و کتاب های یاد شده پیرامون اربعین با شیوه خاصی که برای ارائه خدمات این مرکز شامل کتابخانه آنلاین و آفلاین مبتنی بر آسانی و سهولت دسترسی کاربران به نرم افزارها طراحی شده در صفحات مختلف سایت این مرکز در دسترس قرار دارد. این مجموعه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی مقالات و کتاب‌های رایگان خود را در رابطه با اربعین به متقاضیان ارائه می‌نماید. در پی حمله افراد مسلح به مسجدی در شمال غرب نیجریه 9 نفر کشته شدند. رسانه‌های نیجریه گزارش دادند شنبه شب در روستای سایا سایا در استان کادونا واقع در شمال غرب نیجریه رخ داده که در نتیجه 9 نمازگزار کشته شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله مسلحانه را بر عهده نگرفته است. آذر ماه سال گذشته مهاجمان مسلح هنگام نماز عشا به مسجدی در شمال غرب نیجریه حمله کردند و پس از تیراندازی و زخمی شدن امام جماعت مسجد و فرد دیگری 19 تن از نمازگزاران را ربودند.
نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای جمعه و شنبه 15 و 16 صفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیش، ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در رابطه با شرط عدالت برای امامت جماعت فرمودند: این شرط لازم است و احدی از فقها بر خلاف آن مطلبی را نگفته است. معظم الله با اشاره به روایتی از امام باقر علیه السلام که نماز نخوان مگر پشت سری کسی که به دین و امانت او مطمئن باشی فرمودند، در اینجا اطمینان به دین داشتن به معنای مؤمن و اثنا عشری بودن است و مسلمان بودن کافی نیست و اطمینان به امانت داشتن هم به معنای عادل بودن است. ایشان در ادامه فرمودند: شرط عدالت برای امام جماعت احراز لازم دارد و اگر انسان نمی داند که امام جماعت عادل است، نمی تواند پشت سر او نماز بخواند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با طریق کشف عدالت فرمودند: گاهی شخصی که ثقه است می گوید این امام جماعت عادل است و گاه از جهات دیگر احراز عدالت می شود. اما بحثی در اینجا مطرح است که در کتاب عروت الوثقی هم آمده و جماعتی از فقها معتقدند و من هم برداشتم همین است و آن این است که برای احراز عدالت حسن ظاهر کافی است، یعنی لازم نیست که انسان به باطن یقین پیدا کند. البته این مسئله محل خلاف است و اجماعی نیست، اما بسیاری از متأخرین بر این عقیدند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، وقت طریق احراز چیه؟ گاهی انسان یه جایی میره توی شهری یا توی دهی، میبینه نماز جماعت قائم، خود امام جماعت نمیشناسه، اما وقتی که میبینه یه مشتی مؤمنین پشت سرش اقتدا کردن، این گاهی اطمینان پیدا میکنه که اگه این عادل نبود این همه جمعیت باش نماز نمیخونده. این اطمینان میشه، این اطمینانش براش حجت. حسین الشمری رئیس شعبه کربلای سندیکای خبرنگاران عراق از تعداد خبرنگاران داخلی و خارجی که برای انتقال اخبار مربوط به فضای زیارت اربعین امام حسین علیه السلام وارد این استان شدند خبر داد. الشمری در بیانیه مطبوعاتی که خبرگزاری اخبارشی آن را دریافت کرد گفت: زیارت اربعین وارد مرحله اوج خود شده و زمان زیادی تا برگزاری مراسم این زیارت باقی نمانده است. وی افزود: تعداد خبرنگاران وارد شده به شهر مقدس کربلا به 750 نفر میرسد که بیش از 200 خبرنگار عرب و خارجی از رسانه‌ها، روزنامه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای مختلف در میان آنان به چشم می‌خورد. الشمری با تأکید بر اینکه اقداماتی برای تسهیل فعالیت خبرنگاران و جابجایی آنها برای پوشش خبری صورت گرفته است گفت: بیش از 14 خودروی پخش زنده SNG میان خبرنگاران در مناطق مختلف کربلا برای انتقال اخبار این اجتماع عظیم مذهبی توزیع شده است. روز شنبه وزارت کشور عراق اعلام کرد که تعداد زائران خارجی برای شرکت در زیارت اربعین به 3.5 میلیون نفر رسیده است که از طریق گذرگاه‌های خسروی، مهران، چذابه، شلمچه، سومار، کرکوک، صفوان، القائم و فرودگاه بغداد و نجف و بصره وارد خاک عراق شدند. ورود سیل زائران مشتاق به عراق برای شرکت در مراسم زیارت اربعین امام حسین علیه السلام با تلاش فراوان مسئولان زیربط برای ارائه خدمات به آنان همچنان ادامه دارد. شیعیان جهان مراسم زیارت اربعین را 40 روز پس از عاشورا به منظور گرامی داشته یاد و خاطره شهادت امام حسین علیه السلام و اهل بیت و یاران با وفایش که در سال 61 هجری قمری مطابق با سال 680 میلادی اتفاق افتاد گرامی می‌دارند. مروری دوباره به سرخط خبرها. انتشار گزارش موارد نقض حقوق بشر در ماه آگوست علیه شیعیان دنیا. نخست وزیر عراق پروژه خط آهن بین عراق و ایران را افتتاح کرد. اعتصاب تاجران و مغازه‌داران پاکستانی
در اعتراض به تورم و بالا بودن هزینه ها. اظهارات جنجال برانگیز یک آموزگار هندو علیه مسلمانان. آیت الله العظمی شیرازی: شرط عدالت برای امامت جماعت اجماعی است. البته برای کشف عدالت بنابر نظر برخی از فقها حسن ظاهر کافی است. و در پایان تعداد خبرنگاران شرکت کننده برای پوشش زیارت اربعین حسینی شمارش شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.